سلام به همه دوستداران الکترونیک. اگر به برد بعضی از وسایل مثل ماشین لباسشویی، برق داخلی خودرو، یخچال و غیره نگاه کرده باشید، به قطعاتی به نسبت بزرگ مستطیل شکلی بر می‌خورند که موقعی کار کردن صدای سویچ یا کلید را میدن. به این قطعه میگیم رله. رله یک کلید برقیه. به طور معمول رله ها از آهنربای الکتریکی برای عملکرد مکانیکی استفاده میکنند. با این حال در رله های جدیدتر از رله های حالت جامد استفاده میکنند. رله ها در مواردی استفاده میشه که لازمه مداری را با استفاده از یک جریان کم کنترل کنیم، یا در مواردی که چندین مدار باید توسط یک سیگنال کنترل بشه. رله ها دارای دو بخش هستند که مدار اول جهت تحریک سازی و مدار دوم اجازه عبور جریان را به ما میده، که این دو مدار به صورت کاملا ایزوله از هم هستند تا در صورت خرابی در هر قسمت مدار بر روی قسمت دیگر اثری به جا نگذارند. در اصل یک جور شبیه ترانزیستورها عمل میکنند که به وسیله یک جریان گذری کوچک در ورودی، جریان بزرگتر در خروجی را کنترل میکنند. دو مدار اصلی در رله وجود داره. مدار اولیه برای به کار انداختن رله است که میتونه توسط یک کلید دستی یا یک ترموستات یا نوع دیگر از سنسور تحریک بشه، که مدار اولیه به یک ولتاژ پایین DC یا حتی AC تغذیه میشه. مدار ثانویه مداری که حاوی بار یا مصرف کننده است که باید سویچ و سپس کنترل بشه. وقتی در مورد بار، لود یا مصرف کننده صحبت میکنیم، وسیله یا قطعه‌ای که الکتریسیته یا برق مصرف میکنه تو برای ما کاری را انجام بده، مثل فن، هوم، کمپرسور، لامپ و حتی یک مقاومت. در سمت مدار اصلی یک سیم پیچ داریم که اگر جریان از این کل عبور بدیم باعث ایجاد میدان مغناطیسی میشیم. در اینجا یک آرمیچر یا میله فلزی داریم که در وسط به یک محور وصل شده، که این امکانو میده که مثل آلو کلنگ بازی کنه. هنگامی که جریان از سیم پیچ رد میکنیم، به دلیل وجود میدان مغناطیسی آرمیچر فلزی جذب میشه و پایین میاد، و وقتی میدان مغناطیسی قطع میشه به واسطه یه فنر تعبیه شده در این قسمت به حالت اولیه برمیگرده. حالا انتهای آرمیچر را به یک کنتاکتور متحرک وصل می‌کنیم و کنتاکتور را به یک مدار که می‌خوایم کنترلش کنیم. پس زمانی که مدار اولیه روشن میشه و میدان مغناطیسی ایجاد میشه، آرمیچر به پایین جذب میشه و همین پایین اومدن باعث میشه که کنتاکتورها به هم وصل شن و جریان در مدار ثانویه دوم برقرار بشه. این کنتاکتور مثل یک کلید عمل می‌کنه، برای همین به رله‌ها میگیم سویچ یا کلید برق. ما دو نوع رله اصلی داریم، نورمالی اوپن و نورمالی کلوز. انواع دیگری از رله ها وجود دارن ولی بیشترین استفاده از این دو نوع. در نوع به طور معمول باز در حالت خاموش یا بدون میدان مغناطیسی، کنتاکتورها با هم فاصله دارن. در نتیجه سویچ ما خاموشه و به محض ایجاد میدان مغناطیسی در مدار اولیه باعث وصل شدن کنتاکتورها میشیم، و تا زمانی که این کنتاکتورها به هم وصل باشن مدار کامل یا سویچ روشنه. اما در مقابل نوع به طور معمول بسته در حالت خاموش مدار کامله یا سویچ روشنه، یعنی بدون میدان مغناطیسی اجازه عبور جریان را میده، ولی به محض وصل شدن میدان مغناطیسی آرمیچر جذب شده و باعث خاموش شدن مدار ثانویه میشه، که فرق این دو از نظر مکانیکی به انتهای آرمیچره که باعث ایجاد این دو نوع شده، که با توجه به این ویژگی وظیفه خاصی را در مدار به عهده میگیره. از نظر ساختمانی دو نوع رله داریم، رله الکترومکانیکی و رله حالت جامد. البته هر دو نقش سویچ را در مدار بازی میکنن، ولی از نظر نوع کارکرد با هم تفاوت دارن. در نوع SSR هیچ قسمت مکانیکی وجود نداره و در اصل به وسیله خواص الکتریکی نیمه هادی ها برای برقراری ارتباط استفاده میکنن. در مدار اولیه به جای آهنربا از یک LED استفاده شده، که با روشن شدن این LED یک پرتو نوری را ساطع میکنه، که در سمت مدار ثانویه از یک ترانزیستور حساس به نور یا فوتو ترانزیستور استفاده کردیم، که به محض ساطع شدن نور مثل یک کلید عمل میکنه و اجازه عبور جریان از خود میده، که ما با راحتی با خاموش روشن کردن این LED میتونیم مدار را کنترل کنیم. فوتو ترانزیستور در زمانی که نور نباشه مثل یک عایق عمل میکنه و اجازه عبور جریان را نمیده، مگر اینکه در معرض نور قرار بگیره. بنابراین ما میتونیم مدار ثانویه را فقط با استفاده از یک پرتو نور کنترل کنیم. برای انرژی دار کردن سیم پیچ احتیاج به جریان و ولتاژ داریم. رله ها از لحاظ ولتاژ و جریان سیم پیچشان با هم متفاوتن. ولتاژ میتونه بین چند ولت تا 220 ولت و جریان میتونه تا 20 میلی آمپر تغییر کنه. هر رله دارای یک ولتاژ مینیمومه که در ولتاژ کمتر از اون سیم پیچ میدان مغناطیسی ایجاد نمیکنه. این ولتاژ مینیمم ولتاژ متوقف شدن یا پولین نامیده میشه. نکته دیگه که باید به اون توجه کنیم، حداکثر ولتاژ و جریانی که توسط کنتاکتورها قطع و
وصل میشه که بر روی بسته‌بندی رله‌ها یا در دیتا شیت مشخص شد. رله‌ها در اشکال مختلف، توان‌های مختلف، تعداد کنتاکتورها و مسیرهای ارتباطی وجود داره که وظیفه همشون یکی هست و اونم سویچ کردن.